خب درود ویژه دارم خدمت. صدا خوبه دیگه، امیدوارم صدا خوب باشه و درود میفرستم به همه دوستان عزیز. ببینید بازیایی که حالا دوستان که دستشون میارم بالا حتما میارم بالا، منتها قبلش مقدمه ای من بگم. شما دیدید که از واقعا 4 5 روز خیلی با شدت بیشتری تبلیغ رئیسی بیان یک فتنه است و در حقیقت میخوان آقای رئیسی رو در سطح لالیگا خراب کنن. در موردش صحبت کردیم، من لازم دونستم که یک گپاوا بذارم که حالا یه گفتگوی داشته باشیم خیلی منسجمتر و جلو بریم. حالا اگر در صورت به یاری اهورامزدا، در صورت تایید صلاحیت آقای سعید محمد، به احتمال خیلی قوی من هر شب برنامه زنده در یوتیوب داشته باشم و یک ماه فعالیت رو چند برابر کنیم که به یاری خدا بتونیم که برای انتخابات 1400 کار رو برای همیشه تموم کنیم و کشور دست یک جریان اقتدارگرا بیافته. اما بازی که تیم اصولگرا رو انداخته در حقیقت بازی پیچیده ایست، چون اینا میدونن که آقای سعید محمد به هیچ عنوان در، یعنی دیگه نیتشون خیلی پاکه اینا بخوام باشه، میدونن که آقای سعید محمد میخواد یک تیم جوان و کابینه جوانش هم از الان چیده. اینا در حقیقت امیدوارن یک بخششون که ساده لوح هستن، امیدوارن آقای رئیسی بهشون پست و مقام بده. اما ما فقط با این طیف ساده لوح طرف نیستیم. بخش قابل توجه شما دیدید از اصلاح طلبان و غیره میخوان که آقای رئیسی رو بکشونن تو بازی برای اینکه قوه قضاییه خالی بمونه. به راستی ما جایگزین آقای رئیسی اصلا چه کسی رو داریم که بتونه با قوه قضاییه دولت حالا موسوم به انقلابی که حالا نگاه ما اقتدارگرای ملیگرا رو مثلا بخواد ساپورت کنه؟ اینا مسائلیه که باید بررسی کرد و دروغ هایی که اینها در خبرگزاری تسنیم، در خبرگزاری فارس خیلی در سطح گسترده بیان کردن که حتما حالا برنامه هاشو خواهم ساخت و حالا اینها رو میایم با یک برنامه و با یک دقت بیشتری صحبت خواهیم کرد. ولی شما نگاه کنید دروغ هایی که اینها دارن میگن خیلی برای من واقعا عجیبه. به عنوان کسی که سالها دارم کار سیاسی میکنم، دقیقا همون کاری که بی بی سی میکنه، شما دیدید که خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم هم در حقیقت از همون متد اومدن استفاده کردن. شما شاهد هستید که خبرگزاری مثلا بی بی سی 4 تا آدم علاف حقوق بشری، حقوق حشری، چی هشتگ میزنن. اصلا هشتگ ارزشی نداره، آدم واقعی پشتش نیست، ربات میتونه باشه. هشتگ میزنن مثلا نوید افکاری یا برادران نوید افکاری رو آزاد کنید، بعد 4 تا هشتگ میاد و بعد بی بی سی ویژه برنامه میره براش و در برابر مثلا هر سری من کمپینی را انداختن. این تعداد آدم واقعی، ببین قوی، من تو ایرانم کارم بازاریابی بود، حالا تو کار پوشاک بودم، کارم هم یک بخشی از کارم بازاریابی بود و بازاریابی و تبلیغات رو خوب میشناسم. قوی ترین مدل تبلیغ، تبلیغ سینه به سینه است که حالا من این تبلیغ سینه به سینه رو مدش کردم، آوردم تو فضای مجازی. نه اینکه حالا دیدم که حالا یک طیفی از هواداران آقای جلیلی دم به اسم آقای رئیسی دارن تقلید میکنن از من امید دانا، خوب البته یاد میگیرن از ما، ولی قوی ترین مدل تبلیغ این مدل تبلیغ ما بودش که ایزان اومدن با کلیپ های در حقیقت ساده نشون دادن که آقا شما مثلا طرفدار یک کاندیدی هستن که خیلی تاثیرگذار این مدل تبلیغ. و شما دیدی بی بی سی سکوت کرد در حالی که 4 تا هشتگ مثلا رباتی در توییتر رو که شما میتونید بخرید و اینا رو مثلا میاد و مثلا پروموت میکنه. یک فشاری هم که برای همه عمر سر کمپین ما این بود که دیگه طرف نمیتونه بگه ربات خریده فلان، یعنی هیچ جای شک و شبهه دیگه باقی نمیمونه، بهشون فشار واقعا گسترده عصبی وارد میکنه. خب شما دیگه خبرگزاری فارس و تسنیم هم همین کارو کردن، یعنی روزی نیست تو این 4 5 روزی که گذشته، روزی نیستش که اینها نیان و پروپاگاندا نکنن که چرا شما چیز نکردید، نیان پروپاگاندا نکنن که چرا شماها تبلیغاتی که دارن میکنن نگن که آقا جان، میگم چرا شما بخشید برمیگردم، چون امروز خیلی داشتم اخبار دنبال میکردم ذهنیتم کند شده.
من همینم لایو یوتیوب اینا نرفتم، گفتم خیلی راحت بتونیم در تلگرام صحبت کنیم، و دیدید که خیلی راحت اینا اومدن در خبرگزاری تسنیم و فارس میزنن آقا 10,000 تا 20,000 تا فلان مثلا جمعیت مثلا مهندسان و دکتران درخواست کردن از جناب رئیسی وارد انتخابات شد. من اولا به خبرگزاری فارس تسنیم بگم اون چیزی که فکر میکنیم ما هستیم خودتی و واقعا گوشهای خودتون درازه. ببین من سالها دارم کار سیاسی میکنم، 4-5 از نامهایی که اینها آورده بودن به عنوان دکترهای مثلا ساکن آمریکا که درخواست کردن از آقای رئیسی بیاد تو انتخابات، الان ما رفتیم پیگیری کردیم و دیدیم که اصلا یه همچین دکترایی وجود نداره. یعنی خبرگزاری فارس داده مثلا 23,000 تا صنعتگر و فلان از آقای رئیسی دعوت کردن که حضور پیدا بکنن برای در حقیقت انتخابات. این یک دروغ محضه. 23,000 تا داری می نویسی، خب قربونت برم به جای 23,000 تا بهتن 230,000 تا، تعارف نکن تو رو خدا، شوخی نکن با ما. یعنی این نوع تبلیغات بعد خیلی جالبه، این چیزهایی که ثابت نمیشه کرد. 23,000 تا خب زبون که از قدیم میگن استخون نداره که من مثلا زبونم دوست داره به چرخه بگه 230,000 تا، این که ثابت نمیشه کرد. ولی کمپینی که ما برای سعید محمد راه انداختیم در حقیقت دیگه ببخشید ثابت شده، یه ثابت شده و واقعا یه حرکت بزرگ و عظیمیه که شما میبینید مردم واقعی اینجا، قومیت های مختلف و افکار مختلف، مدل پوشش های مختلف، نگاه های سیاسی و حتی مذهبی مختلف، دیگه این مردمه. حتی اونایی هم که میرن در نماز جمعه پای صحبت های آقای خامنه، اینا یک بخش خاصی از مردم هستن، به اینا نمیشه گفت مردمی. ولی همینم همیشه اعتراض کردم که این چه معنی داره مثلا در سخنرانی های آقای خامنه ای فقط باید یک طیف خاص حزب اللهی باشن، مردم یعنی همه. یعنی اون کمپینی که ما را انداختیم حزب اللهی ها بخشی از این مردم هستن. خب این کمپین پروموت نمیشه توسط خبرگزاری فارس و تسنیم، و در نهایت شما میبینید خبرگزاری جوان اینو وقتی که میخواد پروموتش کنه به صورت منفی در اون کنفرانس خبری برای آقای سعید محمد میاد و پروموت میکنه و اینو به عنوان یک پوت مثلا میخواد بزنه تو سر آقای سعید محمد. یعنی قوه در حقیقت قوت آقای نکته قوت آقای سعید محمد که این کمپینه که این همه آدم اومدن جذب ایشون شدن، و در حقیقت اینو میخواد به عنوان منفی جلوه بده. خب اینا نکات خیلی جالبیه که ما داریم تو این روزها میبینیم و رفتار خبرگزاری فارس و تسنیم رو میتونیم برابر کنیم با خباثت بی بی سی. و از صبح شروع کردن که دوستان آقای رئیسی رفت مشهد، آقای رئیسی از مشهد میخواد بره کرمان ساعت 1:20 در مزار آقای حاج قاسم سلیمانی ایشون اعلام کاندیداتوری میکنه. عجب کار کثیفی اگه این کارو میکرد رئیسی. یعنی من منتظر بودم واقعا، تعجب کرده بودم، گفتم یعنی رئیسی؟ یعنی من زنگ میزنم به منابع خودم و از منابع خودم میپرسم، همشون میگن قطعا آقای رئیسی در انتخابات حضور پیدا نخواهد کرد و اینا دارن پروپاگاندا میکنن، دارن جعفسازی میکنن. حالا اخباری داریم که اصلا امروز گویا ایشون اصلا مشهد هم نرفته. حالا مشهدش هنوز مطمئن نیستم، پیگیر هستم، ولی اخباری هم داره میاد که مشهد نرفتن، قطعا که کرمان نرفتن مشهد. حالا 50-50 هستم، بعضی از منابع من میگن که شنیده حاکی از اینه که ایشون اصلا مشهد نرفته، ولی در مورد کرمان که قطعا کرمان نرفته. آقای ترقی میاد میگه که آقا امشب ایشون در کرمان مثلا اعلام کاندیداتوری میکنه. شما یه لحظه تصور کن چقدر یعنی سوء استفاده از پیکر سردار سلیمانی، یعنی یک فرد با بصیرتی چون آقای رئیسی میاد از پیکر سردار سلیمانی این گونه سوء استفاده کنه و بر پیکر مثلا بر سر آرامگاه سردار سلیمانی بیاد این بازی کثیف انتخاباتی رو جلو ببره. درود به شرف سعید محمد، برگشت گفت آقا عکسای من کنار سردار سلیمانی نذارید. اعتراض کرد آقای سعید محمد در جلسات ستادشون، اطلاعات دقیق دارم بهتون میگم، اعتراض کرد، گفتش که آقا عکس من کنار عکس سردار سلیمانی نذارید، برای که سوء استفاده است. خب آقای رئیسی نمیخواد یه همچی کاری کنه، معلومه که میکنه. پس این جفسازی رو علیه این بند خدا دارن شروع آغاز میکنن، چون اینا از رئیسی ضربه خوردن. رئیسی در قوه قضاییه پدر خیلی از این آقایین لفت لیست کنه، پیرپاتال
سرقفلی انقلاب داره، در حقیقت بانباز اصولگرای لفت و لیست توی هلدینگ یاس رو در آورده، حالا دارن انتقام کشی میکنن. یعنی 90% این پروپاگاندا که آقای رئیسی بیا دشمنان خونی آقای رئیسی هن، 10% هم دیگه همیشه آدم های عقب افتاده جریانن. و جالبه برای من که طیف آقای جلیلی هم، هواداران آقای جلیلی تا دیروز ما رو پاره میکردن که ایشون اسلحه اسلحه، حالا میگن که نه خب باشه، حالا آقای رئیسی میاد اسلحه ما میره کنار، به آقای رئیسی رأی میدیم. چی شد؟ اگر جلیلی اسلحه که نباید برای کسی کنار بره، بیاد وایس بقیه به خاطرش کنار برم، پس اسلحه نیست. اینی که ما میگیم سعید محمد، اگر آقای رئیسی یا هر کسی دیگه هم بیاد آقای سعید محمد رو ما پروموت میکنیم و به ایشون رأی میدیم، چون ما اعتقاد داریم که آقای چیز آقای سعید محمد اسلح تر از آقای رئیسی است، خیلی اسلح تر از آقای جلیلی است، و سر موضعمون قاطعانه وای میسیم. پرنسیپ داریم ماها دارای اصول هستیم، برعکس هواداران آقای جلیلی ماها دارای اصول هستیم. شماها واژه اسلحه رو به گن کشیدید، شما هواداران جلیلی. حالا چی شد؟ آقای رئیسی میاد اسلحتون پر شد؟ نه، ما آقای رئیسی هم بیاد پشت آقای سعید محمدیم، شما اعتقاد داریم که آقای سعید، ما حرف از دهنمون میزنیم. هواداران عزیز آقای جلیلی، شما رو نمیدونم از کجا حرف میزنید، ولی ما اگر حرفی بزنیم از دهنمون حرف میزنیم. وقتی که ما میگیم که آقای سعید محمد اسلحه هست، به ایشون رأی میدیم، تعارف نداریم با کسی. آقای رئیسی هم بیاد، ما به آقای سعید محمد رأی میدیم، و خواهید دید رئیسی هم بیاد آرای آقای سعید محمد بسیار بالاتر از آقای رئیسی خواهد بود. در این لحظه نظرسنجی ها رو شما نگاه کنید، یک مقدار رئیسی بالاتر میتونه باشه، اما شما باید سیر سعودی آقای سعید محمد رو ببینید که تا یک ماه دیگه، تا انتخابات با آغاز تبلیغات رسمی، شما خواهید دید که اصلا قابل مقایسه نیست. سعید محمد همه رو جا گذاشت، خواهد گذاشت و میره جلو. خواهید دید هیچکی جلودار سعید محمد نخواهد بود. بنابراین ما پرنسیب خودمون رو حفظ میکنیم، اصول خودمون رو حفظ میکنیم. ما در مورد ریاست جمهوری هیچ اعتقادی به آقای رئیسی نداریم و ایشون هم دوست داریم و میدونیم که این بازی که میخوان ایشونو بیارن وسط خیانت به 90%. اینا دشمنان خونی آقای رئیسی هستن که ضربه دیدن از این آدم. ایشون تو قوه قضاییه پدر اینا رو در آورده، حالا میخوان قوه قضاییه رو خالی کنن. به هر حال در این روزها دوستان ما بایستی متمرکز روی سعید محمد بشیم. این که دلیلی که من بلاک میکنم، فلعی دارم بلاک میکنم، جالبه، ما هرچی بلاک میکنیم نمیدونیم چرا فالوورامون هی داره هفتهش پیدا میکنه. یعنی من دیگه شخصا روزی حداقل یه 100 تا بلاکی در مجموع حداقل توییترم دارم، حالا کانال های دیگه همونو بیخیال، و 100 تا من دارم توی توییتر بلاک میکنم، و سطح که بلاک میکنم میام فالوورامو میبینم روزی 200-300 تا داره افزایش پیدا میکنه. من اعتقاد به کیفیت دارم. و ببینید یک جنگ گسترده خیلی خیلی روانی است تا روز انتخابات، و بلاک کردن های من رو هدفه، برای که بعضیا یا یه بخششون هدفمند میخوان ما رو از مسیر منحرف کنن، یه بخشی هم دوست نادان هستن. در هر دو صورت ما اینا رو مجبوریم بلاک کنیم، به خاطر اینکه ما باید متمرکز به مسیر باشیم. یک میوه خراب در یک جعبه میوه میتونه کل میوه رو از بین ببره، یک سیب در حقیقت کرم زده میتونه کل جعبه سیب رو از بین ببره، و ما اجازه نمیدیم به اکانت های کرم زده در فضای مجازیمون بخوان جولان بدن. مسائل روشنه. ببینید یک زمانیه یک مسئله روشن نیست، بحث میکنیم، گفتگو میکنیم، مسئله روشنه. از این روشنتر دیگه وقتی که آقای خامنه ای اومده میگه که آقا جان ما نیاز به یک دولت جوان داریم، نیاز به یک دولت جوان انقلابی داریم. بعد اینا میان آقایون انقلابی، آقایون اصولگرا، برید کانالاشون رو نگاه کنی، صحبت‌های پادشاه این مملکت از نگاه ما، حالا با نگاه خودشون رهبری، مقام معظم رهبری، حضرت آقا، از این چیزا به بنده خدا می‌بندن. صحبت‌های همین آدم که خودشون بهش میگن حضرت آقا رو سانسور کردن، یعنی دیگه آدم کجا بره پناه ببره. صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو مبنی بر دولت جوانه انقلابی رو اینا رفتن سانسور میکنن.
وقاحت این پاتال های اصولگرا رو آدم به کجا ببره؟ ببینید ساعت 2:30 نصف شب ایرانه، نزدیک الان 700 نفر در روم در حقیقت تلگرامی ما جمع شدن، بعد به من میگن چرا امیدانا نمیاد کلاب هاوس؟ آیا مثلا ما نیازی داریم الان بریم کلاب هاوس؟ اینجا هستیم دیگه، داریم حالش رو میبریم، بریم در یک پلتفرمی که در حقیقت برامون چیدن، بازی که چیدن برای انتخابات ایران. نه، بر روی مسائل خیلی روشن واضحه. بعد سعید محمد ببخشید شما نگاه کنید، همه اینها در خیالات دارن به ما وعده میدن اگر ما رئیس جمهور شیم فلان میکنیم بهمان میکنیم، چیزهایی که اینا دارن وعده میدن سعید محمد کارنامشه. چی رو به چی میخوایم عوض کنیم؟ آقای رئیسی الان میخواد بیاد مثلا توی ریاست جمهوری چی کار کنه؟ مگه تخصصی داره توی این مسائل نیازهای امروز کشور؟ برای همین من ببینید، نه که اعصابم ضعیف، من خیلی قوی تر از این حرفم، حوصله دارم با عالم و عالم بحث کنم، ولی هدف دارم، وقت دارم، وقتم ارزشمنده، با شرایط زندگی خاصی که دارم، به خاطر برنامه سازی های گسترده ای که دارم، مطالعات گسترده برم، جلسات گسترده ای که به خصوص این روزها با حالا دوستان داخل، دوستان خارج، مشاوران، بچه های بالا، با خیلی ها که گفتگو دارم، الان وقت جلساتم بیشتر شده، دیگه نمیرسم که مثلا ما این همه داریم میگیم طرف اومده کامنت میذاره آی دانا چرا میگی رئیسی نباشه؟ یعنی میگه زمین دهن واکن امید دانا، برو بخورت زمین. این همه توضیح دادیم ولی یارو میگه آقای دانا اگه واقعا راست میگی بیا جواب منو بده. نه قربونت برم، جوابی که تک به تک که نمیشه داد. به هر روی من دوست دارم صحبت شما عزیزانم یک نیم ساعت 40 دقیقه، البته امشب وقت دارم بتونیم صحبت کنیم، یه مقدار صحبت های شما عزیزانم بشنوم. الانم که دوستان و مشاوران من که دارن خبر پیگیری میکنن در واتساپ به من، یکی از مشاورانم الان خبر داده که آقای رئیسی اصلا امشب به مشهد نرفته ولی داره خبر پیگیری میکنه و ببینید چه بازی هایی برای ما را میندازن. آقای رئیسی رفت مشهد اذن بگیره، بعد بلند شه بره مثلا کرمان بالا سر مثلا آرامگاه سردار بزرگ ایران سلیمانی مثلا بیاد اعلام کاندیداتوری کنه. خب آقا شما شخصیت این بنده خدا رئیسی رو به لجن کشیدید اگه این کارو میخواست بکنه، یعنی دیگه رسما میشه لاشخوری دیگه، بری بالا سر یک شهید اعلام کنی که من جلوی مثلا آرام کاری که سعید محمد بابا دید هواداراش عکسشو گذاشتن کنار سلیمانی اعتراض کرده که ما هم یکی دو تا از این پوستر سردار محمد با سلیمانی رو خود منم گذاشتم و اعتراض کرده بود سردار محمد. ببین چه انسان بزرگی است، چه انسان بزرگی است، به ماها اعتراض کرده، یعنی اومده به تمام هواداراش گفته که آقا جان نکنید این کارو. و هر روی دوستان رو میاریم بالا. اوه اوه دستا که قیامت قربونتون برم، دستا قیامت. من تلاش میکنم که چشمسته یکی دستم رو بزنم یکی یکی بیانم بالا. خب آقای وحید شما بیا بالا عزیزم، میکروفونت آزاده، بفرمید. سلام آقای دانا. آقای وحید بفرمید. سلام، صدای من دارید؟ آقای وحید یک، آقای وحید دو، میکروفونت آقای وحید. سلام، سلام، آزاد بود. خب صدای من درود بر شما، بفرمایید. سلام، روز شما حالا اینجا که شب خیلیتون دارم. آره. بفرمایید خیلیتون دارم بفرمایید. شب همگی دوستان اینجا که شب بخیر. حالا خدمتتون عرض کنم این قضیه، حالا آقای رئیسی و منم حالا هم سوال داشتم، هم یک حالا تحلیلی کوتاهی سر این که احتمالاً من حدثم اینه که آقای رئیسی احتمالاً تحت پروپاگاندای رسانه‌ای قرار میگیره و احتمالاً میاد با این شرایط، چون خیلی فشار روش دارن میارن و متاسفانه ایشون میاد. ولی خب میخوام ببینم، چون الان آقای جلیلی احتمالاً گفته که من کنار میکشم، و آیا سعید محمد هم چون خودش یک بار مثل این که گفته بود که من هم کنار میکشم در مقابل آقای رئیسی، خواستم ببینم نظر شما چیه؟ یعنی احتمال داره که اگر آقای رئیسی قطعی بشه، آقای سعید محمد هم حالا برای مثلا شاید یک عضو کابینه بودن بیاد کنار؟ خواستم نظر شما رو بپرسم درباره این قضیه.
دستتون درد نکنه، من شما رو میارم پایین به خاطر اینکه صداتون هم قطع و وصل میشه، ولی پاسخ میدم. زنده باشید، خیلی ممنون. نه اولا آقای، این یک مغلطه ای که انجام میشه، میگن آقای سعید محمد گفته آقای رئیسی بیاد من میکشم کنار. یک دروغ محضه، یکی از مشکلات ما ایرانی ها هستش که خوب گوش نمی کنیم کسی که حرف میزنه، چون ما ایرانی ها وقتی که یکی حرف میزنه بیشتر آماده داریم میکنیم حرفی که خودمون میخوایم بزنیم، ما در حقیقت چیزی رو میشنویم که دوست داریم بشنویم. آقای سعید محمد مشخصا گفتش که در یکی از صحبتاشون با اون دانشجویان سری اول، نه اون کنفرانس خبریشون، با اون دانشجویان گفتش که اگر آقای رئیسی بیاد من بهشون کمک میکنم، کمک میکنم به منزله این نیستش که میکشم کنار. و در کنفرانس خبریشون هم یه حرف درستی زدن، ایشون برگشت هم گفتن که اگر آقای رئیسی بیاد و نه تنها آقای رئیسی، هر کاندیدای انقلابی دیگری که اصلح باشه و مقبول باشه، اقبال عمومی داشته باشه، اقبال عمومیش از من بیشتر باشه، در آن زمان میرم کنار، که حرف منطقی است. یعنی ما مگر ببینیم الان یک رئیس جمهوری، یک کاندیدایی اصلحه، حالا نمیگیم اصلح در از آقای سعید محمد، در سطح آقای سعید محمد اصلحه و اقبالم داره و اقبالش اون وقت از آقای سعید محمد هم بیشتره، اون وقت من به عنوان یک برنامه ساز برنامه میسازم، به عنوان کسی که دارم کنشم میکنم تو این داستان، کمپین را میندازم که از آقای سعید محمد بگیم که بخوایم که بکشه کنار، که یک فردی که در حد خودش اسلحه و شانس پیروزیش هم از آقای سعید محمد بیشتره، هواداراش بیشترن، بگیم آقا بکش کنار تو این شرایط. ولی بحث اینجاست که امروز اندازه اسلح بودن تو شرایط فعلی کشور برای پست ریاست جمهوری، آقای جلیلی، آقای رئیسی، آقای قالیباف که هیچی هستن تو این داستان اوته، مابقی کاندیداها به گرد پای آقای سعید محمد نمیرسن علاوه اسلح بودن. و از نظر اقبال هم شما خواهید دید، حالا تو روزهای آینده و تا انتخابات خواهید دید، اونم باز به گرد پای آقای سعید محمد نخواهند رسید. یک نکته دیگه که شما اشاره کردید، اولا سپاسگزارم اومدید بالا و نکاتی که اشاره کردید خیلی خوب بود، به خاطر اینکه ایجاد بحث میشه، اینا شبهه هایی است که باید این شبهه ها پاسخ داده بشه. یک نکته دیگه که شما اشاره کردید خیلی مهم بود و گفتید آقای رئیسی تحت فشاره و این بنده خدا به خاطر تحت فشار میخواد بیاد وسط. خب این که بدتر بی‌بصیرتی رو نشون میده، ببخشید، یعنی آقای رئیسی در حد من امید دانام توانایی نداره، من میدونی چقدر تحت فشارم، حالا نمیخوام دیگه، حداقل فضای مجازیشو خودتون دارید بخش روانی داستانو میبینید که من چقدر تحت فشارم. نه امروز نه دیروز، در تمام این 6 سالی که من سال 2014 دارم برنامه، 6 سال که رفتیم تو 7 سال دارم برنامه رو دستو میسازم، تحت فشار گسترده روانی، فیزیکی، امنیت جانی و حتی مسائل حقوقی که نمیخوام بازش کنم بودم. یعنی آقای رئیسی در حد امید دانام نمیخواد اصلح باشه، این که خیلی بده. ایشون اگر میدونه نباید بیاد، اگر یه عده میخوان ایشون تحت فشار قرار بدن ایشون بیاد، که این خودش یک دلیل دیگه میشه که پس آقای رئیسی اگر ورود بکنن به انتخابات، آقای رئیسی تا این لحظه فرد اصلحی بوده توی زمینه قوه قضاییه، فرد با بصیرتی بوده تو حوزه مسائل سیاسی، اما اگر به قول شما با تحت فشار بخوان ایشون ورود بکنن، که این بصیرت و اصلح بودن که کاملا زیر سوال میره. من این گفتگو رو البته داریم امشب ضبط میکنیم، بعد در یوتیوب میذارم در سطح گسترده پخش کنید، شبهات زیادی پاسخ داده خواهد شد. دوستانو میارم بالا، خواهش میکنم کوتاه سوال کنن، در حد یک دقیقه دو دقیقه سوال کنن، یا اگر نظری دارن در حد یک دقیقه دو دقیقه بفرمایند که من بتونم پاسخگو باشم و جلسه اداره بشه، چون تعداد زیاده. بذارید، من انقدر تعداد بالاست که نمیدونم چیکار کنم. یه دوست دیگر رو من بیارم فدای شما بشم. خب آقای مهدیش، میکروفونتون آزاده. آقای مهدیش، مهدیش چیه؟ درست نخوندم. میکروفونتون آزاده عزیز، بیا بالا. حالا به یاری خدا به زودی که دیگه در تلگرام تصویری هم بشه فضا خیلی عوض میشه، بیشتر خواهیم بود. آقای مهدیش، من شما رو آوردم نیومدید. خب من یه دوست دیگر رو بیارم بالا. آقای حسین، آقای حسین
آقای حسین بفرمایید عزیزم. آقای حسین، آقای حسین سلام، میکروفونش رو وقتتون بخیر. درود بر شما، زنده باشید، بفرمایید. من یه چند دقیقه فقط وقتتون رو میگیرم، یه سری نکات رو میگم، البته شما خودتون استادی تو این زمینه. من نکته اول اینو بهتون بگم که آقای رئیسی حکم رهبری دارن بابت جایگاهی که دارن و حتما قبل از اینکه بخوان ورود کنن باید یک مشورتی با رهبری بگیرن که این موضوع، اگر رهبری موافقت کنن با این موضوع که مطمئنا نمیکنن، مخالف نظرشون میشه، نظری که خودشون گفتن دولت جوان میخوان. و مطلب بعدی هم این که نظر شخصی بنده اینه که اگر آقای رئیسی ورود کنن توی این قضیه، عملا مهر تاریخ انقضا زدن به وجهه سیاسی خودشون، چون با این بحث خدمتتون عرض کنم که بحثی که الان راه انداختن مطمئنا ایشونو تخریب میکنن و باز برمیگردن به اون 3 سال قبلی که ایشونو برداشتن تخریب کردن و گفتن دیوار میکشن وسط پیاده روها و نمیدونم جدا میکنن همه رو، در صورتی که به نظر من الان آقای رئیسی دیوار کشیدن بین مفسدین اقتصادی و مردم عادی جامعه. به نظر من این کارو نمیکنن و اگرم بخوام بکنن 100% باید با رهبری مشورتی بکنن که من فکر میکنم مخالفت بشه. فقط همین، ببخشید وقتتونم گرفتم. نه خیلی عالی، دستتون درد نکنه، اجازه بدید که من شما رو بیارم پایین. صحبت های خیلی خوبی بود. ببینید، اولا این نمونه که آقای رئیسی حالا جانشین رحمی، نه همه حدس و گمانه این بخش، یعنی اینکه منم البته حدس و گمانم به شما نزدیک تو این زمینه که آقای رئیسی در حقیقت میتونه جز گزینه های رهبری باشه، منم جز این حدسیات هستم، البته نه 100%. و در مورد اینکه ایشون رفتن پیش رهبری و اجازه میخواستن بگیرن، من اطلاعات دارم 2 هفته پیش ایشون رفتن، منابع منم گفتن که آقای خامنه ای بهشون گفتن ورود نکنن، اما آقای خامنه ای در سخنرانی رسما اعلام کردن که به هیچ کس این بار توصیه نکردن بیاد یا نیاد. پس بنابراین چون میدونم که آقای خامنه ای در این سطح نمیتونه مثلا جلوی دوربین یه چیزی بگه، حالا ستر مسئله مشارکت حداکثری مسئلهش متفاوته، با شناختی که دارم احساس میکنم که پس منبع من میتونه اشتباه کرده باشه و این اتفاق نیفتاده باشه که آقای رئیسی پرسشی کرده واسه آقای خامنه‌ای. به هر حال این یه پارادوکسیه که وجود داره، من منبعم عموما منابعی هستن که اطلاعات دقیق میدن و در این مورد گفتن آقای رئیسی اجازه خواسته بگیره و آقای خامنه‌ای گفته صلاح نیست ایشون بیاد، ولی خود آقای خامنه‌ای در صحبتایی که کردن این قضیه رو رد کردن. بنابراین الان این مسئله ای که پس ما فکر میکنیم که ایشون باید میرفته اجازه میگرفته یه جورایی منتفی میشه. به هر روی ولی این حرف درسته که اگر ایشون بیا سوخت شده، یعنی کارش تمومه رئیسی، و رئیسی نمیخواد خودشو بسوزونه و به نظر من خیلی ایشون هوشمندتر از این هستش که فریب این در حقیقت دشمنان ظاهرا دوست رو بخواد بخوره. اینها گرکایی هستن در لباس میش، پاتالهایی هستن در لباس میش که دارن آقای در حقیقت رئیسی رو فریب میدن که ورود بکنه. من دیدم که یک تعدادی از این کسانی که تو کارهای صنفهای مختلف هستن، چون این رئیسای صنف خیلی هاشون هم به زد و بند مالی دارن، خیلی جالب بود که اینها چون همشون نگران این هستن که آقای رئیسی در قوه قضاییه به زودی یقه اینا رو بگیره، چون رئیسی تو این چند سالی که بوده وقت کرده که قوه قضاییه رو تو جایی که میتونه هنوزم کامل نتونسته، ولی خب اقدامات خیلی مهمی کرده که خود این قوه مثلا قضاوت فاسد رو مثلا بزنه کنار. من دیدم که آقای حداد عادل هم یه تعدادی از این رئیس اصنافی که ضربنده مالی هم دارن جمع کردن، همایش گذاشتن که آقای رئیسی بلند شو بیا و همایش حمایت از رئیسی، یعنی تمام این آقایون ضربنده مالی دارن میگن آقای رئیسی بیا رئیس جمهور شما، خیالمون راحت شه تو قوه قضاییه به کارامون برسیم، مثل اون موقع دو تا قاضی فاسد رو جمع کنیم و کارامون رو جلو ببریم. به هر حال اینم یه نکته جالبیه که دوست داشتم بگم، و مطمئنا اگه آقای رئیسی بیاد وسط شک نکنم، اونم با توجه به اینکه 2 مرتبه تا این لحظه آقای رئیسی دفترشون رسما اعلام کردن که ایشون نمیخواد وارد انتخابات بشه و حتی آقای سعید محمد رفته از ایشون پرسیده
و ایشون گفته نمیخوام بیان. پس اگه با تحت فشار این و اون میخوام بیان که گفتم بصیرت و در حقیقت اصلح بودن ایشون هم اصلا کلا زیر سوال میره. خب دوستان دیگر ما بیاریم با اجازهتون. اجازه بدید. خیلی زیاده. آقای علیرضا رو ما میاریم. آقای علیرضا بفرمایید. کسی هم مخالفه میتونه بیاد صحبت کنه؟ من مشکلی ندارم البته. آقای علیرضا. خب آقای علیرضا نیومدن. و آقای علیرضا نیومدن. آقای میرزا علیرضا یا آقای میرزا علیرضا دیگر توی بالا عزیز. آقای میرزا علیرضا آقای میرزا علیرضا هم نیومدن. دوستان خواهشم پس دستاتون علکی بالا نگیرید. کسانی که نمیخوان بیان دستاشون رو علکی بالا نگیرن. آقای مهدی بفرمایید عزیزم. آقای مهدی با یه عکس کماندویی. خب شما نیومدید. آقای مهدی نیومدن. ما بذار یه دوستی اینجا ما داریم که اسمش خیلی سخته. بیا یه خورده فضا رو یه خورده عوض کن. ادای این آقای منوشه امیر رو در بیار. اسمت هم خیلی سخته. میکروفونت آزاده. بیا بالا. آقایی که صدای منوشه امیر رو در میاری عدسه در میاری. آها اومدی بالا. آیه من خب شما هم نهیم. آیه علی رضا اینا میکروفوناشون بازه ولی صحبت نمی کنن. خب بذاری پس من میکروفوناشون رو ببندم. خب شما هم میکروفوناتون رو ببندم. در حقیقت خب خانم فاطمه از آقایون که ما 10 نفر الان صدا کردیم بیان بالا نیومدن. خانم فاطمه صدای شما بازه بفرمایید. خانم فاطمه جعفری صداتون بازه، میکروفونتون بازه. سلام وقتتون بخیر. درود بر شما بفرمایید در خدمتم. خیلی خوشحالم که دارم صداتون رو میشنوم آقای دانا. من زنده باشید بفرمایید. مهر ماه هستش که با شما و برنامه رو دست آشنا شدم و تا به الان هم پیگیر شما برنامه هاتون و پیگیر روشنگری های شما درباره انتخابات بودم. در حد 1 دقیقه راجع به انتخابات صحبت کنم. من در کنار اینکه برنامه های شما رو میبینم گلچین میکنم اونها رو و توی استوری ها قرار میدم که در واقع اطرافیان، دوستانم، همسنهای خودم راجبش در واقع اطلاعات بیشتری پیدا کنن، چون میدونم خب خیلی شما رو شاید نشناسن، مثل خودم که تا مهر 99 شما رو نمیشناختم. یه موضوع خیلی جالبی که امروز داشتیم صحبت میکردیم با یکی از دوستانم این که میگفتن رئیسی قراره بیاد و نظرشون این بود که آقای سعید محمد سنشون خیلی کمه، باید سب میکردن، نمیدونن تو دور بعدی میومدن، اول کابینه میشدن و اینها. گفتم که خب شما مبنات چیه؟ مگه مبنایی میتونیم بالاتر از صحبت‌های آقای خامنه‌ای قرار بدیم؟ شخصی که بهتر از هر کسی دیگه‌ای اسلحه توی سیاست، توی در واقع قضایای سیاسی میتونه تشخیص بده. وقتی ایشون میگه دولت جوان، وقتی ایشون میگه یک شخص بیاد که اتو کشیده نباشه، جهادی باشه، انقلابی باشه، پای کار باشه، وقتی ایشون چنین شخصی رو میخواد و مسلماً ما هم باید طبق خواسته ایشون راهمون رو پیش ببریم. و کما اینکه و ایشون گفتن که باید رئیسی بیاد و میاد. من گفتم که نه ایشون نمیاد به هزاران دلیل کاملا منطقی، که آقای رئیسی یک شخصیتیه که در جای درستی الان قرار گرفته و خیلی هم خوب داره مسیرش رو پیش میره. اگر بیاد و دوباره وارد بازی‌های سیاسی بشه شاید این درست نباشه بگیم، ولی اصلاح طلب و گروهی هستن که تا الان که من متوجه شدم از روی همه چی رد میشن و من تو ذهنم دارم که توی دوره قبل 4 سال قبل ببخشید که اینو میگم چه هوچیگری هایی انجام میدادن و چه یه حالت دهن دریده بودن
اینطوری رفتار میکنن که اصلا براشون مهم نیست و از روی همه چی رد میشن. و آقای رئیسی به توجه به جایگاهی که داره نباید وارد یه همچین جریانات به نظر من یعنی در واقع نباید به همچین آدمای سطح پایینی از گروه اصلاح طلبا وارد مذاکره بشه. جایگاهش خیلی درسته، جایگاهش خیلی کامل و عالیه و الان از نظر خود من آقای سعید محمد کاملا در جای درستی قرار گرفته. و دیگه اینکه همین دستتون درد اگر نکنه. یه مقدار صدام میلرزه. نه خواهش من در واقع بی تجربگی من رو به پر تجربگی خودتون ببخشید. نه این حرفا چیه؟ من خیلی کم سن هستم. نه زنده باشید. شما ایران هستید؟ بله. میتونم بپرسم چند سالتونه؟ من متولد 79 هم. اوه دمتون گرم. زنده باشید. خیلی ممنون خواهش میکنم. زنده باشید. خواهش میکنم. زنده باشید. ممنون. بدرود. ببینید یه نکته که وجود داره، حالا اشاره کردید به اصلاح طلب ها، خیلی نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که این اصلاح طلب ها تا الان به نظام گیر میدادن که تو چرا سر حجاب و اینا مثلا اینقدر شما سفتید. و اگه یادتون باشه همین طیف اصلاح طلب چون یه سری پروژه بگیرن تو این داستان ها، یک فرد پروژه بگیری به مانند آقای آقامیری رو انداختن وسط که آقا نظامی ها میخوان بیان پادگان کنن. بعد اینها فکر نمی کردن ما خب نام برنامه‌مون الکی رو دست نیست، خدا شاهده واقعا اینو ما همینجوری الکی نذاشتیم رو دست. برخان ما سالها داریم کار سیاسی جدی میکنیم، از سال 80 برخان من زندان رفتم، از سال 79 کار حزبی سیاسی شروع کردم و خب دیگه یه پام از سال 1380 مثلا تو زندان اوین بود و اینا. و الان این بانویی که داشت صحبت میکرد یک سالشون بود من اولین بار زندان رفتم، البته الان یه خود احساس پیری کردم. بعد تجربه خب خیلی گسترده‌ای تو این کار داشتیم و اینها شوک شدن که دیدن که ما کمپینی که راه انداختیم بانوان بی‌حجاب اومدن دارن از یک سپاهی دفاع میکنن. میفهمید چه اتفاق بزرگی افتاده؟ خانومهای بی‌حجاب از یک فرد سپاهی دارن دفاع میکنن، آخرش هم برای سلامتی آقای خامنه‌ای دعا میکنن. هز نتونستن بکنن آقای این اصلاح طلب. یکی از این نوچه های خانم فائزه هاشمی یه مردکیست به نام آقای فقیهی، این شروع کرد توی توییترش اینا حمله کردن، فشارهای گستردهی بهشون اومد و خیلی دیگه نتونستن برتابن. حالا در کنار اون جریان بی‌بصیرت در حقیقت تندی که 43 سال هنرش این بوده که مذهبی ترین آدم ها هم ضد خامنه‌ای کرده، دقت کنید یک بخششون هم هواداران آقای جلیلی هست، دقت کنید. حتی خود آقای جلیلی رو من دوست دارم، ولی دقت کنید مذهبی ترین آدم ها رو ضد خامنه ای کردن. اینها در کنار اصلاح طلبان دارن به من حمله میکنن، کمپین زنان بی حجاب، در حالی که زنان بی حجاب کمپین ما که اتفاقا داشتیم 6000 تا ویدیو رو نگاه میکردیم، بعد که درصد بندی کردیم 5% کمپین ما زنان بی حجاب بودن. ما اتفاقا زنان با حجابی که داشتیم آمار میگرفتیم 15-16% کمپین ما رو تشکیل میدادن. پس این همه فشار روی اینها خیلی نکات جالبی است. حالا من یه برنامه بعد بسازم و پاسخی خواهم داد، چون دو سه طیف این هواداران آقای جلیلی، یکی آقای امیرحسین ثابتی و بعد جریانات اصلاح طلب که حالا اونم گذاشتم و الانم یکی دیگه از هواداران آقای قالیباف که یکی از افراد نزدیک به آقای قالیباف، بعد یه خانم دیگه به نام نسیم نوروزی که اینم مال جریانات آقای ظریف توی کانادا، همه اینا به من گفتن پروژه بگیر. شما دوستان مسلمان الان اینجا تعدادشون زیاده، یه مثال جالب دارید، میگید کافر همه رو به کیش خودش میپنداره. پس اینا پدرسوخته همه پروژه بگیرن، نه همشون پروژه بگیرن که فکر میکنن که یک آدمی چون امید دانا که برای عقایدش تا پای اعدام رفته، تا پای اعدام من در جمهوری اسلامی پیش رفتم به خاطر شعار تند مرگ بر اسد ملت بقی، و اینجا به خاطر عقایدم بارها و بارها، حالا اون بخش غیر حقوقیشو که تهدیدم میکنن، شماها دیدید تروریست‌ها در خونه من اومدن فیلم گرفتن منو تهدید کردن،
حالا بگذاریم که با سازمان های مختلف امنیتی چند بار ما رفتیم شبه بازجویی پس دادیم، اونا رو بگذاریم. پس اینها حتما خودشون پروژه میگیرن، بخش از حامیان آقای قالیباف، حامیان آقای جلیلی، جریانات حامی آقای ظریف. پس حتما شماها پول میگیرید، حرف سیاسی میزنید که خیال میکنید یک فردی چون امید دانا که این دنیا خدا شاهده، نمیخوام بگم برام ارزشی نداره، ولی اگه بحث عقاید و دنیا باشه واقعا من هیچ وابستگی به جان خودم ندارم. پس بنابراین شماها پروژه بگیرید، این یه نکته خیلی مهمیه و اینا باید بهشون بگیم. دوران اون داستان تموم شد، چهار تا خانم بی حجاب بریزید وسط، دوگانه با حجاب بی حجاب را بندازید. امروز ما یک وحدتی در کلمه داریم و برای امپراتوری ایران، اقتدار ایران، یا همون چیزی که آقای خامنه‌ای میگه ایران قوی، حالا ما یه خود بالاترش میگیم امپراتوری ایران، همون ایران قوی، این خیلی مسئله مهمی است. روی این وحدت در کلمه یعنی ایران قوی ما نیروها رو جمع خواهیم کرد و تمامی این دوگانه های کاذبی که برای ما تعریف کردن تو این 40 سال رو میزنیم کنار. خانم مسیح نژاد، من میدونم چقدر به شما فشار اومده، نوندونی تموم میشه، نوندونی تو اینه که یک سری خانم بی حجاب رو بریزی وسط که یه سری خانم با حجاب هم با اینا درگیر شن و اینها فیلم بگیرن و همدیگه رو میخوان هی تو جامعه تفرقه بندازید. بهتون فشار اومده؟ خانومه توی مسجد میگه که ما به کمپین امید دانا میپیوندیم، اون خانومه بی حجاب میگه ما به کمپین امید دانا میپیوندیم، نونتون آجر میشه. خب خیلی آجر میشه، حق بهتون میدیم، ناراحتید، عصبانی هستید، حق بهتون میدیم، ولی این مسیر با قدرت میره جلو. و یه نکته ای که خیلی دوستان به من میگن که آقا تو مثلا یه خود تندی و فلانی و عزیزم، ما اومدیم توی داستان میخواییم میگم قدرت رو بگیریم. آقا قدرت رو بگیریم که من نمیتونم الان مثلا پارتی نیستش که میگم یه قربونت برم یا با همدیگه با نشو مثلا یه دونه حالا برقصیم و یه می بزنیم و نه عزیزم، ما اومدیم قدرت رو بگیریم. و ببینید شما صفوف کسانی که میخوان جلوی قدرت گیری سعید محمد رو بگیرن، ببین کیا وایسادن، لاشخورهای خطرناکی وایسادن، لاشخورهایی که از موی سپیدشون خجالت نمیکشن. همین امشب شما دیدید چند تا از این کروکودیل های پاتال اصولگرا موی سپید و نماز شبی که میخونن که بزنه به کمرشون رو فراموش کردن و خیلی راحت میگن آقای رئیسی مشهد الان داره میره کرمان تا همین امشب ایشون چیز میکنه. چند روز پیشم که گفتن آقای رئیسی اصلا عید فطر اومد چیز کرد، عید فطر اومد و جز کاندیداها رفت و اینا، تا این لحظه همه حرفاشون دروغ بوده. یعنی اون موی سپیدشون هم اینا چیز نکردن، شرم نکردن. خب ببین شما وقتی که جلوت که همچین تیفایی هستن، از من انتظار نداشته باش که بگم آی قربونت برم، آی من بمیرم تو بمیری هممون خوبیم. نه، ما اومدیم قدرت رو بگیریم و قدرت رو خواهیم گرفت، مطمئن باشید. درسته اون منم خیلی ها واقعا هستن، ولی ببین شما همین ساعتی سه نسبشم نگاه کن، الان نزدیک 900 نفر تو این روم تلگرامی ما جمع شدن. این یعنی قدرتگیری. خدا شاهده من بیام کلاب هاوس تمام اینا رو میشوریم میزنیم کنار. اونجا من نیستم که اینها دارن لاشخور بازی در میارن. و این منی که میگم به پشتوانه این همه وطن پرستی است به مانند شما که تا به امروز دست به دست هم داریم رفتیم جلو و این قضیه اتفاق خواهد افتاد. سعید محمد بیشک و به یاری اهورامزدا رئیس جمهور قطعی ایرانه، حتی اگر رئیسی بیاد به دلایلی که تا الان هم توضیح دادیم خودش رو نابود میکنه. به هر روی بذارید دوستان دیگر ما بیانیم بالا. آخه بعضی از دوستان اصلا اکانتاشون یه جوریه، اسم نمیدونم چی رو مثلا میگن. آقای سهرابی بالا شما عزیزم، آقای سهرابی عزیز، اکانتاتون یه جور باشه که آدم بتونه دعوت کنه، یعنی مثلا یکی نمیشه اس او، یه نامی باشه، یه چیزی باشه کوچیکتونم. حالا به زودی که دیگه لایو چیز آقای سهراب بیا بالا عزیزم، میکروفون آزاده. خب آقای سهراب نیومدن، آقای یاشا بفرمو بالا عزیزم.
من نه چرا هرچی آقایون امشب برای ما ناز میکنن، خانوما رو میاریم جواب میدن، امشب آقایون برای من ناز میکنن. آقا بیا بالا آقا یاشا. امشب آقایون برای من ناز آقایون رو بکشن، برعکس جنه همه چی. خب ایشون هم که نیم. آقای نبی سلام آقای اومدی بالا، درود بر شما یاشا، بفرمایید. اسم یحیی، یحیی آها یحیی ببخشید، معذرت میخوام. بله من اصلا دیگه منم خوشحالم که صداتون رو میشنوم. زنده باشید. منم حقیقت از این که شنیدم رئیسی میخواد بیاد یکم ناراحت شدم. خودم سال 96 طرفدار فرابورس رئیسی بودم حقیقتش. اما با این تحلیل هایی که شما گفتید، حقیقتش من دوست دارم سعید محمد بیاد بالا و رئیس جمهور آینده کشورم باشم، ولی ترس دارم که این رئیسی رو کوکش کنن یا بیارن جلو بچه خودش رو خراب کنن. حقیقتش من از این میترسم. بعدش خوشحال شدم که صداتون شنیدم. همین نباشید لاز کردیم. من نه چرا شما رو پس یاشا میخوندم، چه چشمایی من آلبالو گیلاس میشینه. بله الان دارم میبینم که یحیی چقدر من داغون شده چشمام، اینقدر که دیگه تو گوشی بوده امروز، چون امروز هم بیشتر با گوشی کار کردم. ببینید صحبت البته مسئله بود که در مورد رئیسی گفتید، من پاسخ داده بودم. خب بذارید یه آقای خانم میاریم. خانم لیلا بفرمایید بالا. حتی اگه نامشون درست خوندم با این چشمایی که الان دارم، وقتی که یحیی رو یاشا میخونم خیلی دیگه تعطیله. خانم لیلا درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. مرسی آقای امید دانا. من فکر کنم اولین باری که شما رو دیدم خیلی بچه بودم، 9 سالم بود، تلویزیون دیدم تو جریانات 88 مصاحبه ای داشتیم، یعنی دادگاه داشتیم. ولی خب خدا رو شکر که با شما آشنا شدم و بهتر میتونم از عقایدم با استدلال دفاع کنم. و دو تا سوال داشتم ازتون. یکی که چطور به هواداران رئیسی و جلیلی که معمولا سمبال هم هستن به عنوان یه جوون بفهمونیم که بابا دارن اشتباه میکنن و حرفاشون واقعا رو منطق نیست و همش میگن که آقای رئیسی رئیس جمهور بشه، تنها کسیه که میتونه جلوی اصلاح طلب و وایسه و باید بیاد از این حرفا. یه چیزی هم میگیم چون که سنمون کمه، میگن نه شما سنتون کمه و متوجه نمیشین و آقای محمد رجل سیاسی نیست. این سال اولم. دومی اینم که اینه که وقتی بخوایم مثلا دفاع کنیم بگیم کارنامش بابا اینجوری بوده اینجوری کار کرده، اصلا پیشینش اینه، در میان میگن کسی که خیلی معروف میشه، یعنی زود معروف میشه و اسمش سر زبون میفته، اون آدم خیلی بد در میاد. حالا ما چی کار کنیم که این بزرگترهای ما رو حرف نسل ما حساب واکنن و ما رو واقعا کوچیک میدونن و فکر میکنن که خودشون مثلا چون سنشون بالاست خودشون بهتر متوجه میشن. مرسی. خب زنده باشه. من امشب یه خورده حالم بد شد، شما اومدید بالا گفتید من 9 سالگی شما رو تو تلویزیون دیدم و این حرفا رو زدم، خیلی احساس پیری کردم امشب. من به خدا 37 8 سالمه، سنی ندارم، یه خورده احساس پیری کردم امشب. ولی در مورد بحث عمل که میگن که نه شما مثلا بچه هستید و ما میدونیم چیکار کنیم، بگو بله شما ها میدونید چیکار کنید، 43 ساله، برای همین هم هست نتیجه کارتون اینه که مذهبی ترین آدم ها رو ضد این نظام و کشور رو اینا کردید و کاری کردید که مردم کشورمون همه حسرت به دل ببخشی کشورهای علاوه واقعا بخشای گسترده، من اینا به ذرس قاطع میگم، کشورهای عقب افتاده غربی، مردم ما الان آرزو دارن میان تو کشور برای عقب افتاده غربی زندگی کنم، به خصوص کشور عقب افتادهی به مانند کانادا. من این خیلی جرأت میکنم بگه، ولی من میگم کشور کانادا یک کشور رسما عقب افتاده است و خیلی ناراحت میشم که مردم کشورم آرزو دارن برن کانادا زندگی کنم. اینو به عنوان کسی میگم که جز اون گربه هایی هستم که دستم به گوشت میرسیده
مثلا به زمانه ای آدم نمیتونه دستش نمیرسه میگه خب حالا مثلا گور بابای کانادا، نه همین الانم هم بخوام قشنگ کانادا به من اقامت میده، همه دوستان تو کانادا هم شاهد بودن، ولی واقعا این کشور عقب افتاده است. بس بنابراین بعد به این دوستان و عزیزان بگیم بله شما عزیزان سن بالا نتیجه کارتون هم تو این 43 سال روشنه تو این زمینه. البته یه نکته ای هم باید بگیم، آدم وقتی جوونه خب پختم نیست، آقای خامنه‌ای درست میگه، میگه مخلوطی از داستان جوان و آدمای با تجربه باید باشه، و به نظر من درست فکر کردن ربطی به واقعا سن و سال نداره، ولی خب آدم وقتی سنش بالا تر میره تجربهش بیشتر میشه، ولی بعضی هم سنشون بالاتر میره ببخشید نه تنها تجربهشون بالاتر نمیشه، خرفتر میشن. این واقعا یه بحث شخصیتیه. یعنی من امروز خب یه سوالی که برای من پیش اومده بود، من اومده بودم اروپا، خب خیلی چیزا رو با خانومم تا 3 سال اول همه رو فهمیدیم، بعد همش از خودمون میپرسیدیم چرا بقیه نمیفهمن، چرا مثلا بقیه دوزاریشون نمیفته، بعد دیدیم که نه بقیه هرچی سنشون داره میره بالا به جایی که تجربهشون به مانند من و همسرم بالا بره اینا دارن خرفتر میشن. به هر حال یک بحث خیلی طولانیه، ولی شما بهترین پاسخی که میتونید بدید بگید خب این نتیجه 43 سال گذشته تونه علاوه فرهنگی تو تمام حوزه ها، اینو من به ذرت قاطع بگم، جمهوری اسلامی شکست خورده از نظر فرهنگی، از هر نظری که بگی تو بخش رسانه و فرهنگ و آموزش شکسته فاجعه آمیزی خورده و واقعا خون شهدا و خون واقعا بزرگانی چون سردار سلیمانی و اینا این کشور رو نگه داشته، وگرنه تو حوزه واقعا تبلیغات و رسانه اینا دارید میبینید دیگه، دیگه نیاز به گفتن نیست، وگرنه این کشور و این حکومت صد بار باید فرو میپاشید، و واقعا خداوند کمک کرده، اونم به خاطر خون پاکترین انسانهای این کره زمین، همچون مدافعان وطن تو سوریه و اینا، که این کشور، من این اعتقاد قلبی دارم که دارم میگم، و نه تنها اعتقاد قلبی دارم، در حقیقت نیازی به اعتقادم نیست، حقیقتیه که داریم میبینیم، و واقعا این شهدا باعث شدن که این کشور سرپا بمونه. ولی در مورد پرسش دومتون که اینها میگن آقای سعید محمد مثلا بعد یه خود بیشتر وای میسته، اینا صحبتاییه که در حقیقت این عزیزان شوخی میفرماین. آقای سعید محمد اولا 52 سالشه، حالا ما میگیم جوان جوان، به عنوان رئیس جمهور میشه رئیس جمهور جوان، 52 سالشه، حتما ایشون هم باید ببخشه دیگه، حسابی پیرپاتال بشه و حسابی، چون الان سنش هم میره بالا دیگه انرژیش کمتر میشه و به هر حال زوال عقل هم بالاخره شاید دوچار بشه. حالا استثناء داریم چون آقای خامنه ای و اینا، در دنیا استثناءات زیادیه، ولی به عنوان کار اجرایی واقعا باید رئیس جمهور که حالا حتی من اعتقاد به نخست وزیری دارم، کسی که میخواد کار اجرایی کنه ما نیاز داریم یه آدمی باشه که سرحال باشه، قبراق باشه. ببین شما سعید محمد هنوز نیومده با کابینه‌ای که الان داره تشکیل میده، مهندس دوستی و اینا هم آورده، ببین یه امیدی رو واقعا ایجاد کرده، یه پتانسیلی رو ایجاد کرده، و خب این خیلی مسئله مهمیه. خب بذارید دوستان دیگر هم ما بیاریم. آقای احمد رضا بفرمایید. سلام، من احمد رضا تنوری هم، یک خدمت شما یه درد و دل داشتم، یکی هم اولا دمت کم تا گرفتمت اومدی تا میکروفون رو آزاد کردم، و شما امشب اولین آقایی هستی که برای من ناز نکردی تا آزاد کردم اومدید، بفرمایید. راستش من از انگار دو سال پیش با شما آشنا شدم، کمتر کلیپی هم از که تو یوتیوب بار گذاری کنید من نبینم. بعد فقط یه درد و دل داشتم، چند وقت پیش زده بودم برنامه، زده بودم شبکه 6 برنامه نبض دانشجو رو داشتم نگاه میکردم، یه دانشجو رو آورده بودم صحبت داشت میکرد، فکر کنم اصلاح طلب بود، بعد مثلا میومد میگفتش که تمام استدلالش برای رأی دادن به روحانی توی مثلا دوره قبلی این بود که میگفتش که وقتی الگوی من میاد مثلا از این همین الگوی من که مثلا یه ورزشکار یا یه سلبریتی باشه میاد میگه که به این آقا رأی بدین، خب برای چه تمام. بعد حالا من متاسفم واقعا برای صدا سیما که ایشونو از این همچین فیلتر بزرگی رد کرده که بیاد یه همچین حرفایی بزنه. خب البته حرفی هم برای گفتن ندارن که بزرگ، حالا مثلا گنده هاشون که صادق زیبا کلام و اینا باشه میاد مثلا دوتا جزوه می‌نویسه و کتاب می‌نویسه، بعد میارنش پای میز مذاکره با
مناظره با آیه خسرو معتضد خب هیچ حرفی برای گفتن نداره. بعد فقط یه سوالی هم من انگار توی پیوی شما فرستاده بودم، نظرتون رو در مورد دو تا شخص میخواستم، میدونم سرتون شلوغه گفتید توی برنامهاتون، ولی اگه میشه لطفا پاسخ خوب باشید. دو تا شخص رو نام نگفتی که، الان نمیدونم کدوم رو میگی. آیه مولوی و تاجیک. تاجیک خب من که حالا اول اسمشو خودت یادت اومد بهم خبر بده. خب دست درد نکنه اومدی بالا، دمت گرم، زنده باشید. من دوستان در مورد بحث آقای رئیسی و این فشاری که رو آقای رئیسی، من مایلم بیشتر صحبت کنیم و از موضوع بحث خارج نشیم و اصلا پرسش جدی اینجاست، چه معنی داره کسی بیاد قوه مثلا مقننه رئیس مجلس بشه، صدای مثلا ریاست جمهوری داشته باشه؟ این چه مسخره بازیه؟ اگه شما قوه مثلا مقننه و قوه قضاییه رو دارید، چه معنی داره که بخواید بیاد الان قسمت دیگر رو بگیرید؟ اینا نکات خیلی مهمیه و در ارتباط با اینکه خیلی باید متمرکز باشیم برای تبلیغ آقای سعید محمد بیشتر مایلم صحبت بشه اینجا و دوستان حالا ما بیاریم بالا، یا آقای خانوم میخوام بیارم و نوبتی بیاریم، که این خیلی اتفاق خوبیه که خانوم ها میان و صحبت میکنن، چون تو مسئله سیاسی عموما خانوم ها کمتر شرکت میکنن. خانوم لیلا شما رو که آوردم و دوستان دیگر رو میخوام بیاریم. خب اجازه بدید من ببینم. خب حالا انا خانوم اینجا پیدا نمی کنم، حالا هر کی رو که پیدا کردم میارم. او همه دستشون بالاست، چه خبره؟ خب همینجوری میاد، بذاری من اصلا نفهم انتخاب کنم. خب شما بفرمایید بالا خانم، با این چشمام که آلبال گیلاس میچینه، درود خانم آقای آمیتا بودید. شبتون بخیر. درود بر شما، زنده باشید، بفرمایید. من اول یه مقدمه چینی بکنم. من از سال 2017، اواخر 2017 بود با شما آشنا شدم. البته قبل از اونم یه آشنایی داشتم توی اینستاگرام و اینا، ویدیوهایی که دشمنانتون پخش میکردن دیده بودم و همون واسطم باهاتون آشنا شدم. خب خیلی بر من جالب بود شما تو طول این سالا تمام جریانات و جریانات ایران ستیز رو یک به یک نابودشون کردید، از سلطنت طلبایی که خب فیک بودن واقعا، براندازایی که از گروه چپ بگیرید، یادم موقع با یه گروهی به نام چپکش کار میکردید دیگه. شما معلومه مخاطب قدیمی منید. قدیمی هم ولی اگه سنو بهتون بگم اصلا باورتون نمیشه. یه چیزی رو گفتید مال 6 سال پیش بود الان. آره و یادمه با گروه های تجزیه طلب خیلی درگیر بودید و خلاصه شما همه این گروه ها رو شستید و گذاشتید کنار. من الان نمیفهمم یه عده خرمذهبی که الان مردمم خیلی باشون زاویه دارن این وسط چی میگن. من یه کسی بودم که تو انتخابات 96 با حالا وجود چیزایی که میدونستم در مورد آقای رئیسی، اصلا دلم نمیخواست ایشون رأی بیاره، حالا به خاطر تبلیغات منفی که کرده بودن. یکی از دلایلش هم البته آقای علم الهدا بود که من کلا با ایشون مشکل دارم، اصلا که دلایلی که متنفر شده بودم از جمهوری اسلامی ناقا بود. همون زمانا یادم اصلا افسرده شده بودم، پناه می‌بردم به یکی مثل مسیح علی نژاد و اینا، تا یه بار براش ویدیو هم فرستادیم ولی پاکش کردیم سریع. تا اینکه با شما آشنا شدم و بعد با آقای رئیسی آشنا شدم، نه اصلا ایشون خیلی آدم بزرگی هستن و خیلی هم امروز واسه من ایشون و آقای خامنه ای خیلی عزیز هستن. هر جام که لازم باشه دفاع میکنم ازشون. خوشبختانه دیگه اینقدر پای برنامه شما نشستم که آگاهی دارم که بخوام صحبتی هم در موردشون بکنم. ولی خب الان با همه این شرایط وقتی میبینم خیلی مجبور میکنن ایشون و میذارنشون زیر فشار که حتما شرکت کنن توی انتخابات، خب خیلی ناراحت کننده است. از اون طرفم دوباره کسی مثل قالیباف بود که داره یه سری مسائلی ازش در میاد، یه صحبتهایی در موردش میشه که اصلا نمیتونم اینا رو بپذیرم که چطوری یک فردی که تو سپاه بوده، حالا ما میدونیم آدمایی که تو سپاه هستن چه شکلی هستن، این مسائل براشون پیش بیاد. خود قالیباف هم بیشتر از هر کسی داره تلاش میکنه انگار که یه جورای آقای رئیسی رو هول بده بیاد جلو یا
بگه چون آقای رئیسی نیومد من اومدم و خلاصه خیلی مرموزبازی انگار داره این وسط در میاره. من بیشتر خواستم نقشی که قالیباف داشت توی این بحث رئیسی رو بدونم و یه سپاسگزاری هم بکنم بابت سختی هایی که حالا این مدت خیلی متحمل شدید و زحمتی که کشیدید برامون. زنده باشید، خیلی ممنون، لطف کردید اومدید بالا و دستتون درد نکنه و خیلی خودم خوشحال میشه که مخاطبای قدیمی رو مثلا میشنوه. ببینید نقشی که آقای قالیباف داره، البته من نمیخوام خیلی بازش کنم در مورد آقای قالیباف، ولی یک بخشی از بحث آقای قالیباف بحث شهوت قدرت و نمیخوام الان ارجاع بدم برای انتخابات 96 و غیر و اینا، یک سری مسائل هستش که اگر لازم بشه در مورد انتخابات 84 بحثش رو شاید یک روزی باز بکنم سر انتخابات 84 و مسائل آقای قالیباف اگر لازم بشه، امیدواریم کار به اونجا نرسه، چون به هر حال آقای قالیباف و نسبت به این همه بالاخره جریانات خاص اصلاح طلبی که هست فعلا خب کسی رو نداریم توی در حقیقت مجلس، برای همین نمیخوام قالیبافو بزنم، دارم یه جورایی مصلحت اندیشی میکنم که البته از من و شخصیت من یه مقدار دوره که بخوام یه مقدار سکوت کنم، ولی اگه لازم باشه در مورد انتخابات 84 یک سری حقایقی کتمان نشدنی رو بیان خواهیم کرد. یه بخشی آقای قالیباف دوچار قدرت شهوت قدرت شده، یه بخشی دیگه سر سعید محمد، یعنی الان میگه که هر کسی بشه سعید محمد نشه، چون سعید محمد یک سری از اطرافیان آقای قالیباف مثل آقای عیسی شریفی رو سر داستان هولدینگ یاس اومد و افشاگری کرده و سر همین آقای قالیباف خیلی خیلی کینه برداشته و شما میتونی این کینه رو توی مدل خبرهایی که تسنیم و خبرگزاری فارس دارن میزنن یا اطرافیان نزدیک آقای قالیباف که دیروز یکیشون توییتر زد مثلا خیلی حرفای زننده ای زد و الان هم یکی دو تا از این یکی دو تا که چرخن 10 تا گروه های تلگرامی و پیج های تلگرامی رو انداختن، یکیش همین خبر فوری انتخابات که امروز سر پست ما که یک بانوی اومده بودن و در آمریکا بزرگ شده بودن به کمپین ما پیوستن، حالا یه خود سانتال مانتال کرده بود به اینا خیلی فشار میاد و این مثلا به ما حمله کرده بود، اینا زیر سر متاسفانه بخشی زیر سر آقای قالیبافه که دوچار مشکل در حقیقت شهوت قدرت و همراه با یک انتقام گیری بابت مسئله هولدینگ یاس علی آقای سعید محمد شده که امیدواریم که در حقیقت یک ریش سپیدی کنن و به خاطر واقعا چون امروز هم یک سخنرانی خیلی قراقی ایشون کردن توی مجلس که آقای جبهه انقلاب باید اینجوری باشه اونجوری باشه، من امیدوارم که اول از همه خودشون مخاطب این سخنرانیشون باشن و البته در مورد سخنرانیشون احتمال زیاد یک برنامه خواهم ساخت. خب آقای مجتبا هادی اگر اشتباه چیز نکنم، آقای مجتبا هادی بیا بالا عزیزم، من امشب وقت دارم راستش، میتونیم یه خورده صحبت بکنیم در حقیقت. درود بر شما، زنده باشید، بله صداتون میاد. سلام عرض میکنم، صداتون هست عزیزم، بفرمایید. مخاطبای عزیز و جناب آقای امید دانا، حالا دو تا مسئله هست که خواستم مطرح کنم. ببینید شما اولش که در واقع یه سری مسائل پیش اومد، اولش که راجع به انتخابات استارت زدید و اینا با آقای سعید جلیلی و این داستانا، اون داستانی که پیش اومد، شما گفتید که در واقع مقبولیت مهمتر از اسلحه بودنه. میخوام ببینم که هنوز هم در این باورتون هستید یا خیر. این یک مسئله. و مسئله دوم اینه که شما راجع به برنامه گفتید که در واقع تو بحثی که با آقای طرفداری سعید جلیلی داشتید گفتید که برنامه در واقع زیاد مهم نیست. چرا؟ چون در واقع اون در واقع چی بگم، کار کشته بودن یا اون عملکرد طرفی که مهمه. برنامه رو که خب بالاخره برنامه ریزا میشینن و مینویسن و بعدش اومدید با در واقع طرفداری آقای رئیسی که صحبت میکردید گفتید که آقای رئیسی برنامه ندارن.
به خاطر همین برای حضور در انتخابات مناسب نیستن. این در واقع یه تناقضی بود که بین صحبت شما بود. خواستم خودم راجع به این صحبت کنید. خیلی ممنون. خداحافظ. باشید. ممنون. زنده باشید. یه مشکلی که ما داریم اینه که گفتم با یعنی خودمون اون چیزی که دوست داریم، تمام صحبت‌های من و شما یه بخشایش شنیده بودید ولی همه‌شو تحریف کردید و برام جالب امشب بانوان خوب صحبت‌های منو گوش کردن، هم چرا آقایون خوب گوش نکردن، اینم یه نکته جالبیه. اولا اگه من گفته باشم که مقبولیت از اصلح بودن خیلی مثلا میچربه و مهمتره، که حرف خیلی پس به بخش مزخرفی زدم، یه همچین حرفی من امکان نداره زده باشم، شما درست نشیدید. گفتم که مقبولیت لازمه اصلح بودن، یعنی اگه اصلحی که مقبول نباشه تو بازی و سیرک انتخابات خب ارزشی نداره، چون اول آخر برنده نمیشه. ما وقتی وارد پلتفرم انتخابات میشیم یکی از لازمه های مهمش مقبولیته، ولی خب اگه مثل آقای جلیلی اصلح هم باشه ولی مقبول نباشه که خب ببخشید هیچی دیگه، سر کاریه مثل سال 92. وگرنه اگه صرفا اگه مقبولیت ارزشه که خب همین روحانی هست که مقبول بوده 25 میلیون هم رأی برده، مگه به صرف مقبول بودن مثلا چیده؟ من همچین حرفی نزدم، این برداشت غلط شماست. در مورد اینم که گفتم برنامه، بازم یک برداشت غلطی کردید. گفتم که برنامه رو برنامه نویس می نویسه، مهم اینه که شما اراده اجرای برنامه رو داشته باشید. حتی خونه خودم رو مثال زدم تو اون برنامه، گفتم که من هیچی از خونه نمیدونم ولی چون اراده کردم خونم رو بازسازی کنم، 10 نفر اومدن 10 تا برنامه داشتن. خب پس مهم اول از همه قبل از داشتن برنامه، مهمترین مسئله پشت کار و اراده است. اراده بالاتر از برنامه است، یعنی اول از همه شما باید اراده بکنید که من خودم همین برنامه رو در سال 6 سال پیش که 7 سال پیش که سال 2014 شروع کردیم که خب اینقدر پخته که نبود، ولی اراده داشتم که یک رسانه مستقل درست کنم. خب تو این مسیر 1000 تا اشتباه کردیم ولی مهم این بود که اراده داشتیم. این اراده و عقله اصلا همه چی مهمتره. من بحث من این بود، گفتم سعید محمد اراده داره. بعد یه برنامه دیگه ای که ساختم، سعید محمد یه نکته خیلی مهمی رو اشاره کرد، حرفمو اصلاح کردم. آیه سعید محمد گفت من فهم، یعنی کارو بلد دارم باشه، برنامه هم نداره ولی کلیت داستانه بدونه که فهم اینو داشته باشه که اگر بهش برنامه میدم بتونه برنامه رو تجزیه تحلیل کنه، که این به نظرم حرف سعید محمد از حرف من کامل تر بود، به خاطر اینکه من گفتم فقط اراده این آدم باید اول داشته باشه، سعید محمد میگه هم اراده هم داشتن فهم اینو باید داشته باشه. یعنی فهم یعنی چی؟ یعنی کسی که تو میدون عمل رفته باشه. به قول خود آقای سعید محمد، کسی که یه 2 طبقه برای خودش نساخته نمیتونه مثلا بیاد به مردم بگه که آقا من میخوام براتون مثلا مسکن و مثلا مشکلشو حل کنم. یعنی اگه آقای جلیلی و دیگران حتی برنامه‌ای در مورد مسکن داشته باشن، فهم مسئله مسکن رو ندارن، چون هیچی از مسئله مسکن مثال میگم نمیدونن. یا اگه برنامه‌ای برای راهسازی و زیر ساختای در حقیقت کشور داشته باشن، برنامه رو دارن ولی این برنامه رو کاغذ فایده نداره، چون اصلا تا الان یک بار نرفتن تو میدون ببینن که آقا جون مثال میگم که مثلا راهسازی چیه، چگونه نیست، کار نکرد. حتی اگه رفته باشن هم دیده باشن کار نکردن مثل سعید محمد. بنابراین از این نظر سعید محمد اصلحه. این صحبتهای من بود که متاسفانه شما صحبتهای منو یه جورایی خوب گوش نکرده بودید، برای همین برداشت غلط داشتید و یه جورایی خیلی شیک و مجلسی رفت توی صندوق ما دیگه، گفتید که من تناقض دارم. در حال کوچیکتونم خیلی ممنون و خیلی خوبه که آدم دیالوگ رو ایجاد میکنه. دیالوگ خوبه، من تو اینجور فضا حتی مخالفم بیاد صحبت میکنم. یعنی فضای توییتر یه فضای در حقیقت به قول آقای خامنه‌ای دیگه، بزن و در رو. توییتر بزن و در رو. دیگه منم از اون دوراناست که دیگه دوران بزن و در رو تموم شده، چون اصلا تو توییتر من باید بشینم 2 ساعت تایپ کنم برای طرف، ولی اینجا حتی اگه مخالفم بیاد حرفشو میزنه، خب بعد منم جوابشو میدم. خب ببینیم دوستان دیگر ما کیا رو بینیم. خیلی رفتن بخوابن دیگه، 100 نفر از همون کم شدن بکنم دیگه، خوابشون گرفته. حالا تا جایی که دوستان بخوان من میتونم بمونم و صحبت کنیم. یه آقایی رو آوردم اسمش یادم رفت، علی بود، چی بود، میکروفونتون بازه آی علی؟
عکس مسجد تو مسجد. بله امیر ببخشید، ببخشید امیر بفرمایید. من امیرم از قزوین، اون کلیپایی رو هم که تو کانالتون میذارین من خودم کلا همه رو گرفتم و کار جمع‌آوری تومار امضا رو من دارم انجام میدم. دمت گرم خدمت شما. دمت گرم امیر جان. خواهش میکنم. خواهش میکنم. من یه موضوعی رو کوتاه عرض میکنم خدمتتون. البته ما استدلال و بررسی‌های زیادی رو انجام دادیم، حالا بعدا اگر فرصت شد افتخار دارین ما در خدمتتون هستیم که برای توضیحات کامل. در مورد آقای سعید محمد و آقای رئیسی باید یه نکته رو عرض کنم خدمتتون، این که کلن حالا اون 5 تا جریان از احمدی نژاد و نمیدونم لاریجانی ها و کارگزاران هاشمی و اصلاح طلب ها و اصلاح طلب های خاتمی و اعتدالیون روحانی، حالا اینا بماند کنار که اینا 5 تاشون یه هدف دارن، اونم حذف ولایت فقیه، و یه هدف دیگه هم به اهداف اونا اضافه شده که حذف سعید محمد. و در اینجا اصولگراها متاسفانه با این هدف اون 5 تا جریان کاملا هم نظر شدن. چی؟ اینکه سعید محمد رو باید حذف کنن. لذا واسه همین اومدن چیکار کنیم چیکار نکنیم، دیدن هر گزینه ای رو بیارن در برابر سعید محمد شکست خواهند خورد. کیو بیاریم بهتر از اینکه رئیسی باشه؟ حالا رئیسی رو وارد بازی کردن برای اینکه رقیب باشه برای آقای سعید محمد، که امیدوارم آقای رئیسی هم با درایت عمل کنه و همچین کاری رو نکنه و یا آخر سر بیاد یه اجماعی بکنه و به نفع آقای محمد کنار بره. ولی اگر حتی آقای رئیسی بمونه و اصلاح طلبام رو کاندیدای خودشون بخوان اجماع بکنن، قطعاً برای سعید محمدیش فرقی نخواهد کرد. من اینو به ضرس قاطع میگم، با تحلیل‌ها و بررسی‌هایی که انجام دادیم برای بعد از اعلام صلاحیت‌ها و اون کاندیدای نهایی که خواهند ماند، اینی که دارم میگم برای بعد از اون، نه الان، به این نظرسنجی الان نباید زیاد توجه بکنیم چون اینا هنوز فعلا مشخص نیست. آقای سعید محمد تنها کاندیدایی خواهد بود که موج براش ایجاد نمیشه، چون موج برای آقای سعید محمد کوچیکه، برای آقای سعید محمد سونامی ایجاد خواهد شد و اینو در انتخابات خواهند دید. هنوز مناظرات شروع نشده و قطعاً در روزهای آخر با یک 30 ثانیه سونامی به سمت آقای محمد خواهد آمد که هیچ کدوم از کاندیدا حتی فکرش هم نخواهند کرد. ما مثلا برفرض شما فرض کنین الان اگر روی آقای رئیسی اجماع بشه، یه سری جلیلیان، قالیباف و خدمت شما عرض کنم حالا بقیه شون، و در مورد سعید محمد اینجوری صدق نمیکنه. قطعا بخشی از آرای سعید محمد میره برای رئیسی و بخشی از آرای خاکستری به اصطلاح قشر مثلا بی‌حجاب که اونم خیلی کم. اما اگر اونا بخوان هوشمندانه عمل بکنن، سمت اجماع بکنن بر روی آقای سعید محمد، دیگه بخش نیست. رئیسی کلن، همینطور جلیلی، البته طرفدار قالیباف تا حدودی، البته اونم بیشترن، زیادن. از این ور ما بحث با حجاب رو داریم، بی حجاب رو داریم، قشر خاکستری رو داریم، نخبگان رو داریم، قشر به اصطلاح همین ملیگرایان که شما باشین اینا رو داریم، پس سمت آقای محمد طبیعتاً بیشتر میاد. ولی اگر اینجا بخوان روی آقای رئیسی اجماع بکنن و آقای سعید محمد این طرف بمونه و آقای رئیسی اون گفته که آقای محمد گفتن هفته آخر منتهی به انتخابات نظرسنجی رو توجه نکنن و بخوان بمونن، آقای رئیسی شکست میخوره و برای همیشه میره، چون اونجور که ما شنیدیم ایشون اگه بخوان وارد انتخابات بشن حضرت آقا گفتن که با آقای رئیسی بگین استعفا بدن و این یه پالسیه که باید آقای رئیسی خیلی توجه بکنه و امیدواریم که توجه کنه و وارد بازی اصولگراها نشه. و یه نکته دیگه که میخواستم خدمتتون عرض کنم، ما مثل شما گفتگو زیاد داریم، امشب دیگه خیلی شرکت کردیم تو گفتگو، من سریع عرض کنم که دیگه مزاحمتون نشم. در مورد صدامو دارین؟ صدای شما رو کامل دارم گوش میکنم. آها ممنون.
تشکر. آقای سو فراموش کردم تو بخشید عوض میخوام میگم ما خیلی دیگه خواهش میکنم. آره نه ساعت دیر وقته، دیر وقته تو ایران هم بله. دو نکته رو خیلی مهم بود خواستم عرض کنم، یه نکتهش همون بود، یه نکتهش هم یه نکته دیگه بود که اصلا فراموش کردم عذرخواهی میکنم. ولی خب یادتون اومد میارم بالا یادتون اومد میارم بالا. دست خیلی ممنون، خیلی تحلیل درستی بود و خیلی با تحلیلتون من موافق بودم. البته در مورد انگیزه‌ای که آقای رئیس رو دارن میارن وسط شما به درستی اشاره کردید، ولی دلایل دیگه‌ای هم پشت قضیه هستش که قبلا اشاره کرده بودم، ولی تحلیل شما تحلیل دقیقی بود و من چیزی ندارم بهش اضافه کنم. خیلی خوشحالم، تحلیل جامعی بود و مثلا همینه، یعنی من به نظرم رقیبی هم نخواهد داشت آقای سعید محمد، حتی آقای رئیسی هم اینا همه تو میگه یه تعدادی حالا پدرخوانده ها فکر میکنن که کسی رو انتخاب کنن میتونن. خانم غزل شما رو من آوردم بالا، میخواید بیاید بالا، بیاید بالا. حالا سلام خدمت شما و خدمت دوستان، درود بر شما، درود بر شما، بفرمایید. ان شاء الله موفق باشید در چه هستید. والا من یه سوالی دارم که خیلی ذهنمو مشغول کرده. خب همونطور که میبینیم جبهه اصولگرا و حالا جبهه به قول معروف وحدت که به خودشون میگن خیلی اصرار بر این دارن که روی آقای رئیسی ائتلاف کنن و حالا دلایلش هم رو هم شما توضیح دادیم هم ما میدونیم و من این برای من سواله، چرا آقای رئیسی هیچ نوع واکنشی نشون نمیدن؟ اکثر کاندیداها که خواستن ورود بکنن از خیلی وقت پیش اومدن یه صحبتایی کردن، یه توضیحاتی دادن، ولی آقای رئیسی هنوز که هنوزه هیچ واکنشی نسبت به این قضیه نشون ندادن، یعنی حتی یه اشاره کوچیک هم نکردن به این قضیه و خیلی این برای من سواله، چرا هیچ نوع واکنشی نشون نمیدن؟ این هم این آیا دلیل بر اینه که ایشون نمیخواد حضور پیدا کنه، یعنی نظری نداره، یعنی حرفی نداره راجع به این قضیه؟ این یه سوال. و اینکه دیروز آقای رایفی پور، دیروز نه فکر کنم پریروز که آقای محمد ثبت نام کردن، بعدش آقای رایفی پور یه توییت زدن و زیر توییتشون که راجع به همون جوان مؤمن انقلابی بود و باید قدرت رو از بگیریم از این طیف اصولگرا و این به قول شما طیف یه سری پیروپاتالایی که میگن که ما هر کسی که ما میگیم اون باید سر قدرت بیاد، یه توییتی از این بابت زدم و زیرش آقای مهدی دوستی و چند تا از نزدیکانی که هم نظر بودن با آقای محمد رو تگ کردن. میخواستم بگم که آیا این توییتایی که آقای رئیسی پور زدن تأثیر داره روی اینکه ما جذب کنیم مردم رو به سمت آقای محمد؟ و شما موافق این هستید که تحلیلگران قوی که معروفن حالا توی فضای مجازی همچین حمایتایی بکنن، مثل شما که از اول پای کار اومدید و حمایت کردید و برنامه ساختید، و بعد اینکه ما توی فضای رسانه‌ای توی فضای مجازی خیلی داریم ضعیف عمل میکنیم؟ مثلا آقای محمد واقعا من الان حالا توی اینستاگرام بیشتر هستم، چون که به خاطر اینکه توییتر و اینا فیلتره، اصلا مردم اقبال کمتری میکنن به اون سمت، توی اینستاگرام بیشتر فعالن، خیلی کلیپ ها کمه، خیلی اینکه ایشون چه کسی هستن، رزومهشون، رزومه کاریشون راجبشون خیلی کمه، خیلی برنامه سازی کم شده راجبشون. این چه کار، یه چه راهکاری وجود داره که ما این رو زیاد بکنیم و حالا به قول آقای امیر که گفتن قرار یه سونامی بیاد، اون سونامی ایجاد بشه؟ و بعد در آخر این رو، این صحبتیه که همیشه توی دلم بود، خواستم بگم اگر دوستان هستن که اینجا هستن که مطمئنم هستن بشنون، من خودم یه خانم محجبه و مذهبی هستم، ولی توی خانوادهمون، توی دوستامون، دوستان نزدیکم از قشر همون کم حجاب و بی حجاب و اینا هستن، حال برای من واقعا فرقی نداره، به نظر من اینها خواهرای من هستن، واقعا دوستشون دارم، تو هر جای این جهان هستن من واقعا دوستشون دارم. یعنی خانم مسیح علی‌نژاد که شما میگید، واقعا جز این که خواست تفرقه بندازه چیز دیگه ای نبود، وگرنه ما با هم همدلیم و نسبت به هم دیگه یک عشق و علاقه قلبی به خاطر اینکه هموطن هم هستیم داریم و کسی نمیتونه بین ما جدایی بندازه. حالا با
هر تفکر و سلیقه و عقیده‌ای که هستیم. تشکر میکنم که به حرفای من گوش دادین، ازتون خیلی ممنونم. من چندین ساله که برنامه شما رو پیگیری میکنم و تا جایی که توان داشته باشم در رسیدن به این اهدافی که شما پایه‌گذاری کردید تلاش میکنم که کمک بکنم. خیلی ممنون، زنده باشید. زنده باشید. ممنون، لطف کردید. من بالا ببینید، سه تا مسئله رو شما بیان کردید. یکی این که چرا آقای رئیسی سکوت کردن تا الان و چیزی نگفتن. من اینو الان نمیتونم بگم و دقیقاً میدونم، یعنی تحلیل نیست، اطلاعات دقیق دارم، منتها الان نمیتونم چیزی بگم. ولی 48 ساعت دیگه بعد از اینکه کاندیدا دیگه 100% ثبت نام کردن، 48 ساعت دیگه میتونم بیام یک سری مسائل رو بیان کنم و در قالب یک برنامه جامع کل این قضیه رو توضیح خواهم داد که اصلا رئیسی چرا سکوت کرده و این بازی رئیسی میاد نمیاد چیه. و بعد وایسیم تا 48 ساعت آینده. ما تا اینجا قطعا مطمئنیم که رئیسی نمیاد، اینم اطلاعات تحلیل نیست. اما یک نکته یادتون باشه، بازی سیاست پیچیده است. یعنی تمام منابع ما میگن که قطعا رئیسی نمیاد، همه اینا پروپاگاندای بازیای قالیباف و بازیای یه تعداد جریان به حال پدرخوانده های اصولگرایی اینا که همه اینا دماغشون سوخته خواهد شد. تا 48 ساعت دیگه معلوم میشه چرا مردم من امید دانا رو دنبال میکنن ولی مثلا اقبالی رو خبرگزاری فارس و تسنیم ندارن، چون این دو تا خبرگزاری از یه هفته پیش میگن قطعا رئیسی میاد. حالا تا 48 ساعت دیگه معلوم میشه که به هر حال کی درست میگفته کی غلط میگفته. ولی من با وجود اینکه مطمئنم و قطعا میگم رئیسی نمیاد، هم تحلیلم اینه و هم اینکه اطلاعات دقیقم اینه. ولی خب تو بازی سیاست شما یادتون باشه سیبو بندازی میگم پرتقال بندازی سیبو بندازی بالا، هزار تا چرخ میخوره میاد پایین. و از این نظر در حقیقت باز تا 48 ساعت دیگه برای همین من الان سکوت میکنم، 48 ساعت دیگه برنامه میسازم. در مورد اینکه گفتید آقای رائفی پور دفاع کردن زمینی از آقای سعید محمد میتونه تاثیرگذار باشه یا نه، و من اشاره کردید که از اول داستان اومدم پاکار. اولا من در مورد آقای سعید محمد از اول نیومدم پاکار، من قبل از اول اومدم پاکار، یعنی خیلی قبل‌تر از این حرفا، از 7 8 ماه پیش من دارم. اگه به توییتای منو ببینید و مطالب منو ببینید، من از 7 8 ماه پیش دارم، اصلا هیچکی نمیشناخت شروع کرده بودم. اصلا توی برنامه‌ام حالا اشارات ضمنی کردم، نمیخوام تکرار کنم. ولی اینکه آقای رائفی پور اینا، ببینید بله من مطمئنم به اینا هر کدوم هوادارای خودشونو دارن، و چون آقای رائفی پور سلبریتی که نیستش که، مثلا یک فرد فکری و یک سری هوادار فکری داره، 100% تاثیرگذار دفاع کنن. ولی البته بهشون حق میدم، برای هم ولی نمیتونن خیلی تاثیرگذار تن. ببین چون مثلا میان رو موج سوار میشن دیگه، یعنی بعد که دیگه سعید محمد تایید صلاحیت بشه دیگه این یک موجیه که راه افتاده. مهم اینه که موجر کیا را انداختن و این افتخارش بخوایم یا نخوایم مال ما دوستان و یاران ما هستش که ما این موج را انداختیم به یاری خدا. و خب حالا امیدواریم در ادامه این موج افراد دیگه هم بیان و آقای رائفی پور هم هواداران خودشون رو دارن و خیلی میتونن تاثیرگذار باشن. حالا مهم نیست کی موجا دیگه را انداخته، کی مهم هست و مهم نیست، مهم اینه فعلا در درجه اول که یک فرد واقعا میهن پرستی که بتونه کار کنه. حالا یکی هم میهن پرسته کارایی نداره، یعنی به صرف میهن پرست بودن و اسلحه بودن این منظره به نظر من نباید باشه که کسی رئیس جمهور بشه. بایستی طرف مثل سعید محمد کاربلد هم باشه، اسلحه باشه، میهن پرست باشه، کاربلد باشه. مورد سومی هم که اشاره کردی در مورد اینستاگرام بود. اینستاگرام بعد از سردار سلیمانی نفر دومی که تمام چیز، مثلا خودم من تا الان خب 5 6 تا پیجم بسته شده، پیج آخرم که نزدیک 30,000 تا اینام فالو داشت، من هر سری به 80,000 تا فالو میرسم منو میبندن، 30,000 تا داشت به خاطر پستای سعید محمد بود. تازه من نام سعید محمد اینام نذاشته بودم، دو سه تا از ویدیوهای کمپینو گذاشته بودم که خانوما و آقایون دارن میگن ما به سعید محمد رأی میدیم، پیج من بسته شد و تمامی کلیپ ها و ویدیوها در مورد آقای سعید محمد و برعکس حمایت از آقای سردار دهخان و قالیباف و حتی رئیسی و رئیسی که میگن تو اعدامای دهه 60 مثلا فلان بوده، شما میبینی حساسیتی آمریکا روشون نداره. آقای جلیلی قشنگ خودش میاد اصلا لایف میذاره تو اینستاگرام. این حساسیت رو سعید محمد و در درجه اول نه بابت اینکه سپاهی است آقای سعید محمد،
در درجه اول بابت اینه که تمام نقشه های آمریکا رو برای فشار حداکثری و خنثی‌سازی کردن آقای سعید محمد و اینا، این همه هزینه کردن برای فشار حداکثری که بتونن علیه کشور ما عقده هاشون رو خالی کنن، و دیدن که یک سعید محمدی ایستاد و تماما تحریم های اینا رو خنثی‌سازی کرده و اینا اکسترا از آقای سعید محمد متنفرن، یعنی یکی به خاطر سپاهی بودنشه و یکی دیگه به خاطر اینه که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بوده و 200 ابر پروژه واقعا بزرگ قرارگاه خاتم الانبیا رو در اوج فشارهای حداکثری نذاشته 24 ساعت یا 24 ساعت چیه یک ساعت رو زمین بمونه. برای همین آمریکایی‌ها اینقدر به این کینه دارن که هر اسمی شما از سعید محمد توی اینستاگرام و حتی فیسبوک ببری به فوراً بلاک میشه و اکانتتون بسته میشه. بنابراین کمکاری مال هواداران آقای سعید محمد نیست، این حذف شدن، یعنی یک میدانی هستیم ما، خیلی نامردی میکنن در میدانی که هستیم، در 10 جبهه مختلف دست پای ما رو بستن، بعد میگن که بیایید مسابقه 2 بکنید. ما حتی اگه خرگوش هم باشیم در این مسابقه 2 از لاک‌پشت شکست می‌خوریم، ولی بماند که ما با دست بسته تا همینجا، یعنی این دیگه واقعا کمک خدا و معجزه است، با دست‌های بسته تا اینجا همینجوری آمار تعداد رأی آقای سعید محمد رو به صعود هست و این یک به نظر من اتفاق پیچیده و اتفاق بزرگیه که همه ماها رقم زدیم و دم همگی هم گرم. خب دوستان، من می‌خوام گفتگو رو جمع کنیم و میبینم که 1 ساعت و 25 دقیقه با شما بودم، گفتگو رو میخوام جمع کنم. خیلی ممنون که امشب بودیم با هم دیگه صحبت کردیم و تا اینجای کار قطعا آقای رئیسی نمیاد و 48 ساعت دیگه امکان داره که در مورد، حالا ببینیم کاندیدا چی میشه، چه اتفاقاتی میفته در مورد بحث آقای رئیسی. من برنامه ویژه‌ای خواهم داشت، ولی امشب لازم بود که چون دیدم خیلی جنگ روانی که اینا ایجاد کردن، لازم بود که من حضور پیدا کنم و یک مقدار جنگ روانی اینا رو خنثی‌سازی کنیم. این صحبت ها فردا در یوتیوب اصلی ما بارگذاری میشه که بازدید بالایی بتونه بگیره و دوستان همه، تعداد بیشترتون تو دیر وقت بود، ما ساعت 3 نصف شب ایران داریم گفتگو میکنیم و این خیلی دیر وقت بود و برای همین الان ساعت چند تو ایران؟ الان ساعت 1:30، بله دیگه الان ساعت اینجا 12، اونم میشه 1:30، 4 صبح ایرانه و خب این تعداد قابل توجه، بالای 700 نفر الان در 4 صبح، خیلی اتفاق واقعا بزرگیه به نظر من. دم همگی گرم و محکم دوستان متمرکز باشید روی هدفتون. یکی از دلایلی که من خیلی یاد بلاک کردم بابت اینه که تمرکز ما رو میگیرن تو این شرایط. ما باید متمرکز باشیم روی هدفی که داریم و این هدف رو به یاری خدا محکم ببریم جلو. و مسیر سختیه، ولی خب اگه مسیر آسون بود که دیگه این همه نیازی نبود ما ادعا کنیم، ما فلان میکنیم، بهمان میکنیم. اصلا مسیری که شما به صورت آسان بخواید یک مسئله رو به دست بیارید به نظر من ارزشی نداره، ولی سختی های امروز شیرینی فردا خواهد بود و 28 خرداد مطمئن باشید جشن پیروزی یک رئیس جمهور مقتدر رو خواهیم گرفت و متمرکز فقط سعید محمد باشید. تا اینجای کارم میبینی شایعه سازی میکنن، نشر اکاذیب میکنن و خیلی از کسانی که من بلاک کردم به خاطر نشر اکاذیب بود. مثلا یارو اومده تو توییتر من زده که بابا ابراهیم رئیسی اومد دیگه، تو هنوز تو باغ نیستی آقای دانا. خب نیومده هنوز، تا این لحظه که 2 روز مونده برای ثبت نام ها به صورت اون حقیقت میدانی نیومده، ولی تو حقیقت مثلا واقعیت های مجازی تسنیم و در حقیقت خبرگزاری فارس نه تنها ایشون اومده، اصلا فکر کنم 28 خرداد هم برگزار شده، ایشون الان رئیس جمهوره. اون دیگه توهم خبرگزاری فارسه، ولی به صورت در حقیقت میدانی ایشون هنوز نیومده و اینها دروغ هایی است که خیلی از اکانت ها، حالا 90% به نظر من هدفمند، 10% هم اینجا از روی تحت تاثیر قرار گرفتن، ولی به هر حال من چیکار کنم؟ من دارم یه کار هدفدار میکنم و اگر بعضی هم هستن و یه خورده ناآگاهن دیگه، خب حداقل یاد بگیرن که نیازی نیستش که حتما، اگر مثلا
یه چیزی رو میشنون حتما بیان کامنت بدن، اونم در توییتری که کامنت ها رو مثلا من نمیتونم پاک کنم و مجبور میشم طرف رو بلاک کنم به هر روی. و این کارم فقط به خاطر اینه که گفتم یک سیب کرم خورده در یک جعبه میوه کل جعبه میوه رو خراب میکنه و ما مجبوریم که یک پاکسازی کنیم تا روز انتخابات که به یاری خدا تمرکز دوستان و یاران به هم نریزه و محکم متمرکز فقط رو شخصیت سعید محمد. خیلی به من میگن تو چرا انقدر اصرار رو شخصیت سعید محمد میکنی؟ حالا تو این دفاعی رو از سعید محمد مشکوک که نیزم دغدغه کشور رو دارم و من تعجب میکنم مثلا میگن حالا سعید محمد نشد یکی دیگه، ببخشی من نمیخوام برم، من تازه میخوام برم کفشم بخرم، والا کفشی چه میدونم ساعتی موبایلی چیزی میخوام بخرم، والا اینجوری نمیام بگم که حالا این نشد اون، چه برسه به رئیس جمهور مملکت؟ یعنی چی سعید محمد نشد اون این من باشه مملکت مگه مسخره من و شماست که این نشد اون و این؟ ما کفشمونم اینجوری انتخاب نمیکنیم که این کفش نشد این و اون، انقدر راحت در مورد لباس خودمون و خریدایی که برای خونه میخواییم بکنیم اینقدر راحت نمیاییم خرید کنیم، چه برسه برای مثلا دیگه حالا یک کسی رو که میخواییم بکنیم برای ریاست جمهوری. بعد من یک میهن پرستم، معلومه که خیلی دغدغه دارم و خیلی برام مهمه که چه کسی قرار رئیس جمهور مملکت بشه و تا الانم اولا من رأی اولی هم تا الان توی هیچ انتخاباتی شرکت نکردم و حالا که یک بار اومدم شرکت کردم اصلا نمیشه، من دوست ندارم مزه شکست رو مثلا بخوایم بچشیم اینا و به یاری خدا مطمئنم که خدا من کمک میکنه و تمام این دست مطمئن تا همینجا هم دست خیلی ها رو شد، نه دست خیلی ها رو شد، دست خبرگزاری فارس، تصنیم، مافیا و پنرخوانده های اصولگرا، دست خیلی از اینا که میگن ما انقلابیم، صحبت های خود رهبری و صحبت های خود خامنه ای رو سانسور کردن، دست خیلی ها رو شد، دست خیلی ها رو شد و تا همینجاش هم حتی اگه سعید محمد رد صلاحیت هم بشه و اینا تا همینجاش هم ما یک برد گسترده ای داشتیم، شناختیم مافیای گسترده ای که پشت پرده مثلا انقلابی و اینا پنهان میشن و این کسانی که در این مدت تبلیغ کردن آقای رئیسی بیا تو زمین و بیا توی بازی انتخاباتی، دست اینا خیلی رو شد که اینها چرا و با چه هدفی میخوان رئیسی رو بسوزونن و اینها مسائلیه که به یاری خدا به نظر من خیلی به قول شما بچه مذهبی ها خیلی به قول منم نیکه و آینده آینده روشنی است و دم همگی گرم. خیلی ممنون که تا این ساعت شب با من همراه بودید. کوچیکتونم، من قلبا همه رو دوست دارم، ببخشید اگه یه جاهای تندی میکنم، خودتون رو بذارید جای من دیگه، خودش جای من باشید صد بار خودکشی میکنید، من دیگه حالا با 4 تا بلاک کردن تلاش میکنم که کیفیت زندگی من پایین نیاد، چون شما دو دسته اگه مثلا هی بخوای با آدمای معذرت میخوام دشمن عوضی مثلا هی بیان کامنت بزنن اونا رو ببینید، خواه یا نخواه کیفیت زندگیت میاد پایین و حتی اگه دوستان نادانم هی بیان و رو اعصابت برن باز کیفیت زندگیتو میارن پایین. من یک بخشی از این بلاک کردنام نمیخوام بگم متاسفانه ولی در حقیقت شاید از خودخواهی دیگه، من نمیخوام کیفیت زندگی من به خاطر دیگران بیاد پایین، برای چی بعد آخه من همینجوریش 1000 تا سختی رو دارم، غم غربت رو دارم به جونم میخرم، 1000 تا سختی و 1000 مشکل رو دارم به جونم میخرم، چرا واسه به خاطر یه عده‌ای که بعد من اینکه میدونی این همه برنامه ساختم بعد با این همه برنامه طرف میاد سوالی رو بکنه یا شبهه‌ای رو بندازه که من 1000 بار تو برنامه‌ام پاسخ دادم؟ خب تو یعنی حتی حاضر نشدی یه بار برنامه منو ببینی ولی میای یه کامنت میدی که چیکار کنی، مثلا میخوای رو اعصاب من بری؟ خب من به خاطر کیفیت زندگی مجبورم که اینا رو حذفشون کنم و این مسئله ایه که مسیریه که به هر حال انتخاب کردم، تصمیمیه که گرفتم و کوچیک ولی واقعا کوچیک همه دوستان و یاران هستم و اهل واقعا حالا برعکس اون چیزی که شاید خیلی ها فکر کنن اصلا اهل منم منم کردن نیستم، خیلی خیلی آدمی هستم که خودم رو دوست دارم فدای اون باوری که دارم بکنم و یک شناختی بعد وقتا آدم دارن از هم دیگه، اصلا تو همچون فضایی نیستم که بخوام بگم منم منم کنم فلان کنم، ولی جاهایی که دارم منم منم میکنم به نفع
جریان فکری است. یعنی اونجایی که میبینم به... چون میبینید به قول معروف میگن درفش زمین مونده. خب بس اگه من قراره اونج به قول سلیمانی میگفت من جایگاه مالک اش دارم، اگه قرار من این درفش ایرانگرایی رو وردارم، بایستی در حد و قواره اون درفش کاویانی باشم که اون درفش کاویانی رو بردارم. به عنوان یه آدم ضعیف نباید اون درفش رو بردارم. پس وقتی میخوام درفش رو بردارم، همچون قهرمانان شاهنامه باید بگم منم آن رستم که بود دیگه. بایستی خودم رو در اون جایگاه در حقیقت یک باز تعریف جدی بکنم و یک اعتماد به نفسی داشته باشم اون درفشو بگیرم. و اصلا اساس این که شما بخوای تاثیر بذاری، اول از همه اینه که باید رو شخصیت خودت کار کنی و خودت رو قبول کنی، و اگه خودت رو قبول کردی میتونی بیا یک تاثیر فکری بذاری. نه از این منظر و اینا رو به حساب خودشیفتگی و اینا دوستان نذارن. در حال کوچیکتونم دمتون گرم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود. پاینده ایران.